بینندگان عزیز، با سلام به شما، با سلام به آقای یزدان خداوندلوی عزیز و با تشکر از اینکه وقت خودشون رو در خدمت شما دوستان میذارن. ما هم این وسط یه چیزی یاد میگیریم و اگر خواستید، مایل بودید با ایشون تماس بگیرید، بهترین راه تماس صفحه فیسبوک ایشون هست که با نام خودشون یزدان خداوندلو. همونجوری که در برنامه خودم هم گفتم که امروز ایشون میخوان درباره الزامات تشکیل امپراتوری صحبت کنند، با ایشون خواهیم بود و یک سوالی که من وقتی این مقاله و موضوع رو دیدم باید از ایشون بپرسم اینه که اگه امکان داشته باشه برای بیننده ما توضیح بدید این تمایل به تورم و هیئتی قولاسا گرفتن از کجا ریشه میگیره. دوستان میدونید که حتی اینو توی قسمت‌های مذهبی با عمامه‌های بزرگ، با حتی آبراهام لینکلن میگن با این قد بلندش این کلاه دراز رو میپوشیده. یه جورایی این وقتی که مقاله ایشون رو خوندم این سوال برای من پیش اومده و از ایشون میپرسیم و پای صحبت‌های آقای خداوندلو می نشینیم. آقای خداوندلو، این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما آقای سربی، شنوندگان و بینندگان احتران. شما این سوال کردید که این هیئت، این تورم و هیئت غولاسایی که می گیره که مثلا می تونیم در حوزه امپراتوری تشکیل دادن، این از کجا رشته می گیره؟ بله بله. من اینجا برای شما ابتدا قبل از اینی که متن رو بخونم لازم استش توضیح بدم این پدیده در دو حوزه اتفاق میفته. اگه ممکنه شما یه تصویری برای شما فرستادم که تصویر شماره یکه، به نظر میرسه تصویر شماره یک باشه، درباره تکامل انسانه. تکامل انسان رو و تکامل ابزار رو داره نشون میده که چگونه سیری رو داشته. بعدن هم عکس دومی رو نشون بدید که یه تجمع انسان بدوی رو نشون میده که یه 30-40 نفری در یه جای جمع شدن که ارتباط داره به همه این سوال. گفتم در دو حوزه این پدیده اتفاق میفته. یکی در حوزه طبیعت، وقتی که هر موجود جانداری، من قبلا برای شما توضیح دادم در اون تقسیم سلولی، از یک تکیاخته ابتدا هستش عناصرش پولاریزه میشه، دو قطبی میشه، بعد سیتوپلاسمش دو قطبی میشه و سرانجام اون غشاء سیتوپلاسمی پاره میشه و دو سلول شبیه هم تولید میکنه. یعنی یک سلول دو تا میشه، اون دو تا چهار تا میشه، اون چهار تا هشت تا میشه الی آخر. این برای چی داره اتفاق میفته؟ چرا این کار رو این موجود زنده تکیاخته که گوش و حواس نمیدونم انسان تکامل رفته رو نداره، برای چی داره این کار رو میکنه؟ جواب، برای جاودانگیست، برای باقی موندنه. حالا اگه در حوزه معرفت هم بیاید، انسان ها وقتی که برم میشه میره زن میگیره، یه مردی بچه درست میکنه، به این دلیل هستش که نام خودشو بتونه توسط اون بچهش حتی برای مدتی هم که شده استمرار بده. حالا شما در نظر بگیرید یه آقای از شیراز بلند میشه میره آمریکا به نام پارسا سوربی، خب زنم گرفته بوده، بچه درست میکنه، اونجا یه دور سوربی وجود داره، دوتا بچهش هم نمیدونم چند تا شما بچه دارید آقا؟ دوتا بچه دارید. اونجا الان سه تا سوربی وجود داره. بعد اینا اگر یه 400-500 سال اونجا بمونن شاید مثلا 2000 تا سوربی درست میشه اونجا. به این نه، این آقای پارسا سوربی خودش رو به نحوی جاودانه میکنه. حالا یه کسی هم مثلا ببینیم فردوسی پیدا میشه، حماسه ملی مینویسه،
و میگه تا زمانی که انسان ایرانی هست زبان فارسی داره صحبت میکنه من هستم تا ابد. اما سوربیان در حد توان خودش رو سعی میکنه جابجا کنه. بنابراین تلاش هر موجود زنده در این استش که ابتدا در مسیر جاودانه که خودش رو تثبیت کردن تلاش میکنه، یکی با تکثیر سلولی خودش، با تولید چیه خودش، یه تعدادی هم در حوزه معرفت میان آثار هنری تولید میکنن. تمام این هنرمندان بزرگ و مشاهیر جهان که در حوزه فرهنگ حضور دارن، اینا در همین مسیر جاودانگی گام زدند. استدلالم قانع کننده بود؟ متوجه هستم چی میگید. بله بفرمایید. بسیار خوب. حال اون دو تا تصویرم نشون دادید؟ بله بله. بسیار. اولی که مراحل تمدن به اصطلاح یا به تحول، بعد دومی هم اون چند تایی که با هم هستن، انبوه شدن انسان ها. این هم دیگه، حالا اون تعداد آدم جمعیت رو نگاه کنید، در یک منطقه جغرافیایی داره زندگی میکنه، وقتی که اینها مرتب زاده ولد که میکنن، خب اگر اون اقلیمشون مثل جنوب چین یا جنوب هند یا این اروپا سبز و خرم باشه و غذا به اندازه کافی داشته باشن، خب این به زاده ولدشون ادامه میدن و بزرگتر و بزرگتر میشن، هیئت قولاساتری به خودشون میگیرن. چگونه هستش که در هند 1,300,000,000 نفر دارن زندگی میکنن که مثلا ببینید 2 یا 3 برابر مثلا ببینید خاک ایرانه؟ برای اینکه محیط استعداد غذادهی رو داره. این فلاتحنی فلات ایران ما این کار رو نداشت. حالا اون جماعت وقتی که اونجا محیط بهشون غذا رو نده چیکار میکنن؟ بلند میشن به هستی این همسایگان تاخت و تاز میکنن، که پدیده بوده در طول این 2500 سال اخیر در پهنه فلات ایران تا به امروز ادامه داشته. یکی از ریشه های بنیادین این جورش های ویرانگر همین مسئله چیز دسترسی به زندگی بهتر بوده، غذای بهتر بوده، امکانات رفاهی بهتر بوده، مناطق سبزتر بهتری بوده. در همین زمینه خب من قبلا برای شما اون هفته گذشته بازی دیو سرشت رو توضیح دادم که سیاست های انگلیس بعد هم به امریکایی ها به میراث رسیده و الان هر دو دارن کار میکنن و تعدادی از کشورهای اروپایی هم باشون همگام هستن، چه بلایی در این 100 سال اخیر در اقلیم خاورمیانه انجام دادند. حالا میخوام موضوع رو ببرم در یه سطح وسیع تر و توضیح بدم که این پدیده چگونه صورت میگیره و اون انگلیس که میاد اون کارا رو که داره میکنه ریشه‌اش از کجاست. شما در نظر بگیرید یه انگلیس یه جزیره کوچکی هستش در اون شمال اروپا، میاد اصلاحات دین انجام میده، انقلاب فرهنگی رو میکنه، به انقلاب صنعتی میرسه و دستاوردهای انقلاب صنعتیش که اون کشتی‌ها یا توپ و نمی‌دونم تشکیلات این چیزا هستش به یک توانمندی نگاه میکنه و بلند میشه جهانگشایی کردن و میره آمریکا رو میگیره، استرالیا رو میگیره و کانادا رو میگیره و هنوزم هست. این تبادل از کجا میاد؟ این میل به تورم و بزرگ شدن. من اینجا در این مقاله ریشه هاشو میخوام توضیح بدم. آیا شما سوالی دارید؟ نه خیر قربان. فقط یه چیزی در رابطه با اینکه گفتید اونی که ازدواج میکنه منظورش اینه که اسمش دائم بشه و اینها، خب اوائل که اسمی باقی نمیمونده و اینها بیشتر غریزه جنسی نبوده که این کارو میکردن؟ البته اگر همون غریزه جنسی رو هم از انسان تا حیوان رو هم ریشه یابی بکنیم، همین میل به بقا هست، یعنی میل به بقا و جاودانگی هستش که اون میاد میره غریزه جنسی انجام میده و خودش رو تکرار میکنه، نژاد خودش رو پیدا میکنه. اینا رو باید توی اون مبحث تنازع بقا جستجو بکنیم. همه اینها رو کم و بیش بعد از داروینیست ها اون بعد از داروین اینا رو توضیح دادن که چرا انسان تا
تو این تنازع بقا نها میکنه. چرا اون ضعیف توسط قوی خورده میشه و چرا اون خود همون قویه توسط قوی ترش خورده میشه و یه چرخه تولید میکنه و تمام اینها هم در حوزه خودشون تلاش میکنن جاودانه باقی بمونن. مثلا درخت ها خب ابزار جنگنده دفاعی و تعرضی ندارن، ولی برای جاودانه بودنش تولید هاگ بی سعد زیاده میکنن. هر سال یه دونه درخت میلیون ها هاگ، یعنی اون چیز ابتدائیش رو، اون اسپرمش رو، اون نطفه رو در باد رها میکنه، انقدر بره که هر جا که افتاد اگه یکیش هم تونست بقا بیاره درخت رو تولید کنه، نژاد خودش رو دفاع بکنه. همه اینها در اون حوزه جاودانگی باقی مونه. اما یه موضوع دیگرم قبل از اینکه این مطلب رو من بخونم توضیح بدم که این مسئله که این شاهان و این رهبران ادیان این عمامه های رو گنده رو میذارن و فرام میکنن، این رو من یه روزی یه برنامه دربارش توضیح میدم که اینا در مبحث تعادل و حوزه خودآرایی قرار میگیره. در حوزه خودآرایی هستش که برای چی مثلا شاه تاج میذاره اونجا یا پاپ یه تاج میذاره شلل تراو میپیشه خودشو خود یه تافته جدا بافته میکنه. تمام تافته جدا بافته کردن به خاطر این هستش که تأثیر بر مؤمنان خودشون گذاشتنه، به زیر دستان گذاشتنه. این توی اون مبحثه، یه روز من یه برنامه درست میکنم. حالا بپردازم به اصل موضوع، الزامات تشکیل امپراتوری. جهت یافتن عوامل و انگیزه های تشکیل امپراتوری، ابتدا واژه امپراتور را تعریف و سپس نیاز روانی یک قوم به فضای حیاتی وسیع و عناصر بنیادین مادی و معنوی مؤثر در پیدایی آن را برشمرده و نحوه تشکیل چند امپراتوری بزرگ در جهان را ارائه می دهیم تا مشخص شود اردوگاه قولاسای به اصطلاح اسلامی عربی در کجا و چگونه شکل گرفت و کدام نیروها در پیدایی آن شرکت داشتند. اگر میتونید اون نقشه ایدم چی بکنیم، ممکنه شماره 3 باشه، نقشه امپراتوری های جهان رو نشون میده، اونو چی بکنید و در هر قسمت هم اگر میتونید یکی از اون امپراتوری ها رو که 5-6 تا امپراتوری چیز کردم بزرگنمایی کنید و یه چند لحظه نگه دارید. در زبان لاتین امپراتور به فرمان روای مذکره قدرتمندی گفته میشود که در پیکر روانی او سجایای نظامیگری، هوش و تدبیر جمع که بر اقلیم‌های از جغرافیای جهان جهت برتری ژئوپلیتیک یک دودمان مقتدر بر سایر اقوام و قلمرو وسیع سلطنت کند. و همسرش امپراتوریست و در پارسی به ایشان شاهنشاه و همبالینش شهبانو گفته می شود و امپراتوران معالن از امتیاز نسبت به شاهان برخوردار بودند، زیرا شاه زیر مجموعه شاهنشاهی و نخستین شخصیت برهمن در ایران باستان کوروش کبیر و در غرب اکتاویوس آگوستوس. هر دوی این عکس کوروش رو هم نشون برای شما ارسال کردم که روی یه اسب در صحرا داره میره، یه نقاشی هلندی حدود 400-500 سال پیش کشیده. این آقای اکتاویوس آگوستوس رو هم که اولین امپراتوری چیز هستش، امپراتور در امپراتوری روم هستش، رو براتون ارسال کردم. اینا رو هم لطفا نشون بدید. خب در ایران باستان کوروش کبیر و در غرب اکتاویوس آگوستوس فرزند خواندی جولیوس سزار که سنای روم لقب آگوستوس به معنی کبیر به ایشان اعطا کرد بود و او عنوان امپراتور به معنی فرمانده کل قوا بر خود نهاد و از آن هنگام سلاطین روم را امپراتور خواندند و پادشاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانی مقام شاهنشاه داشتند و غربی ها آنها را امپراتور می نامیدند. و امپراتوری به معنی حکومت سنترال
با سرپرستی قدرت مرکزی کلان به سرکردگی یک دودمان، درست مثل دودمان هخامنشی، به سرکردگی یک دودمان که در رأس آن سرداری مقتدر قرار دارد و برخلاف نظام فئودالی فدرالی پراکندگی حوزه‌های متعدد قدرت، فقدان ارزش‌های مشترک ملی، عدم دلبستگی ساکنان اقلیم‌های مختلف نسبت به هم در حکومت فدرالیست داره بروز می‌دهد. امپراتور یا شاهنشاه اقوام گوناگون را در قبضه اقتدار خود در وحدتی مشترک نگاه می‌دارد گفته می‌شود. و پرکلیس سیاستمدار نامدار یونانی مدعی بود که امپراتوری به علت تمایل به تورم، این کلمه تورم رو که من مطرح کردم در اینجا اومده، تمایل به تورم در گستره مکان جهت داشتن هیئتی غولاسا به فتح سرزمین‌های تازه نیاز دارد. در اینجا من یه لحظه توقف کنم. من گفتم در حوزه طبیعی تمام موجودات زنده برای جاودانگی و بقا به تولید مثل تا حدی که بتونن انبوه دست بزنن. در حوزه معرفت هم انسان‌ها وقتی که در یک اقلیم اومدن یک نطفه را تشکیل دادن، این تمایل به بزرگ شدن داره. همونطور که همه این امپراتوری ها، مثلا مغول ها در اونجا یه دونه چیز کوچک بودن، متورم میشه میاد یه دونه امپراتوری پهناور تشکیل بده و بسیار کوتاه مدت بود و بعد بساطش جمع میشه چون در اون مایش ضعیف بود. یا مثلا ببینیم مال روس ها، مال انگلیس ها و همینطوری مال ایران هخامنشیان، که بعد از هخامنشیان ما عموما یک موزه تدافعی داشتیم، به تدریج امپراتوری ما کوچک و کوچکتر و تا به امروز به ایران فعلی رسیده. تمایل به تورم در گستره مکان جهت داشتن هیئتی غولاسا به فتح سرزمین های تازه نیاز دارد تا اقوام فاقد مدنیت را در معده خود هضم و امپراتوری را از گزند و مرکز گریزی آنها محفوظ دارد. و الزاماً این تمهید احساس برتری، شور، هیجان، غرور، افتخار در داخل و نفرت، دشمنی، هراس، حقارت، انزجار و عدم رضایت نزد ملت‌های مغلوب در خارج ایجاد می‌کند. همونطور که مثلا یونانیان نسبت به ما پیدا کردن. چون ساختار نظام امپراتوری خیشاوندی جباریت هست. می‌دونید چجوری داره میگه؟ شما اگر توجه بکنید، یک دکتر راجر بوشه کتابی می‌نویسه نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت. این آرنت نویسنده چیز آلمانی هستش نزنه. کتاب دیده میشه؟ بله بله. ببینید مسئله جباریت در اینجا جزء به جزء این مسائل رو توضیح میده که من لازم نبود که همه مطالب رو اینجا مطرح کنم چون در حافظه یک ساعت نمی‌گنجه. جباریت است چون ساختار نظام امپراتوری خیشاوند جباریت است و درباره وجوه مثبت فتح سرزمین ها و تشکیل امپراتوری که اقوام گوناگون را در یک واحد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کلان با مدارای دینی و محترم شمردن حقوق ساکنان اقلیم های مختلف گرد هم می آورد و دستاوردهای مادی و معنوی ارزشمند آنها را در ابعاد وسیع گسترش می‌دهد. توجه بکنید، میگه وقتی که یک امپراتور امپراتوری بزرگ تأسیس می‌کنه، بعد توی این اقلیم‌هایی که حاکمه نگاه می‌کنه ببینه کجا دستاوردهای مادی یا معنوی خوب و ارزشمندی رشد کرده، اونو برمی‌داره میاره در مرکز و از مرکز انتشار میده در تمام سطح امپراتوری. این وجوه مثبت حکومت سنترال هست. گسترش می‌دهد تا همگان از مواهب آن برخوردار شوند و فروپاشی آن به معنای استقبال از بی‌نظمی، هرج و مرج
و نزول ارزش‌های انسانی است که الگوی درخشانان کوروش هخامنشی و به قول ارسطو با حکومتی آریستوکرات، حکومت هخامنشی حکومت کاملا آریستوکرات بود، و شایسته سالار که ولیعهدان در حرم قدرت به طور موروثی تکیه بر کرسی سلطنت می‌زدند که تحت رهبری خردمندانه کوروش هخامنشی فرزندان پهنه فلات ایران شاهنشاهی پهناور محبوب و نیرومندی در سده ششم پیش از میلاد به وسعت 6-8 میلیون کیلومتر مربع تأسیس و با برپایی آن حضور خود را در جغرافیای سیاسی جهان به ثبت رساندند که هسته مرکزی آن تا کنون جاودان پابرجاست. تا اینجا شما یه سوالی مطرح دارید؟ من سوال ندارم، بفرمایید. خب ادامه میدم. یک، چگونگی تشکیل امپراتوری هخامنشی. حال من در اینجا دونه دونه این چگونگی شده فشرده و کوتاه در یک پاراگراف توضیح میدم و شما هم دونه دونه اون تصاویر رو تو مجموعه امپراتوری ها هستش لطفا یک کمی بزرگ نمایش کنید. یک، چگونگی تشکیل امپراتوری هخامنشی. در پهنه فلات ایران از هزارهای دور اقوام پارس، ماد، سکاها، بلخیان، خارزمیان، سوقدیان، هراتیان و پارتیان که هر یک فرمانروایی به نام شاه و به عناصر طبیعت آب، آتش، باد، خاک و تحت عنوان آیین مهر یا میترائیس باور داشتن و برای نیایش آتشکده و معابد برپا کرده و به زبان واحد با لهجه های رنگین سخن می گفتن و سرزمین اجدادی را ایران شهر می نامیدن که در زهدانان ابتدا اسطوره ها، الهگان، ایزدان، نمادهای آیینی و سپس دیانت اهورامزدایی با سرشتی مؤنث مذکر. چرا میگم این دیانت اهورامزدایی دارای سرشتی مؤنث و مذکر هست؟ به خاطر اینه که این دیانت از زهدان اون آیین میترائیس اومد بیرون، بخش اون اهوراییش برخوردار از اون الهگان مهر و آرایتا و چیزهای میترائیس، اون بخش مزداییش میاد مذکر میشه، میره آسمان در هیئت آش و زرتوش، اون عقاب بالگشوده که سرش یه زمانی به سر شکل کوروشه یا داریوشه یا آش و زرتوش ظاهر میشه. بنابراین این دیانت اهورامزدایی یک سرشت مادینه نرینه در اختیار داره که در حوزه معرفت هم اون جنگ بین اون نور و ظلمت رو به میان آورد و به همین خاطر هستش که من میگم وقتی که اونجا یک سلول تقسیم میشه، اون هسته مرکزش پولاریزه میشه، بعد سیتوپلاسم تازه میشه، بعد قشای سیتوپلاسم به دوتا سلول همشکل رو تشکیل میده. ابتدا اینا هم هرمافرودیت هستن، خودلقا هستن، یعنی عنصر نرینه و مادینه در درون خودش هست. حالا اگر یه مقداری بیاییم بیشتر در حوزه تاریخ وقتی پای بحثش بکنیم، میبینیم که دیانت اهورامزدایی هم یه همچین تکسلولی هستش که عناصر مادینگی و نرینگی رو در درون خودش داره. بعدها اون وجه مزداییش که نرین صفت هست اون برجسته‌تر میشه و از همون این ادیان ابراهیمی الگو برداری میکنن. خب مزدایی با سرشت مؤنث مذکر پا به هستی نهاد و بعد از کشمکش های درازدامن بین ایلها و قبائل درون مرزی، سرانجام پارسیان با ادغام نهاد دین و دولت به سرکردگی کوروش هخامنشی بزرگترین شاهنشاهی جهانی را
با 30,000 جنگاور که در رأسشان سپاه 10,000 نفری گارد جاودان متشکل از سلحشوران پهنه فرات ایران قرار داشت به وجود آوردند که بیانگر دوران بلوغ فرزندان پهنه فلات ایران بود. چرا میگم دوران بلوغ هست؟ شما اگر اون تصویر اولی رو دوباره نشون بدید، در اونجا میمون رو نشون میده که میاد و به انسان امروز میشینه میرسه که با کامپیوتر مشغوله. من هرچه تلاش کردم تو اینترنت نتونستم یه دونه تصویری پیدا بکنم که بلوغ انسان رو از کودکی آرام آرام نشون میده تا پیری. اگر که شما توجه کرده باشید در جلسه قبل درباره اون تصویری نشون داده بودم که زنی خوابیده روی یک جاده و اونجا کودک آنچه میکنه دون بازی دیو سرش، دیدید شما؟ در اونجا این روند چرخه حیات انسان رو توضیح داده بودم. شما هم در نظر بگیرید، میگم دوران بلوغ ملت ایران میرسونه به خاطر اینکه دوران کودکی رو در پشت سر گذاشته، جمعیتش به مرحله ای از حد لازم رسیده، دوره بیان کل و کرکر و نیرومندی داره میکنه و احساس این بزرگنمایی شدن در درونش هست. این دوران جوانی ما رو، دوران نوجوانی ما رو نشون میده و امروز ما تحت سلطه حکومت اسلامی دوران پیری رو با چیز داریم، چون بعضیا این سیر تمدن‌ها رو هم از جوانی به پیری تشویق میکنند به حیات انسان که از کودکی میاد و در پیری حذف میشه. شما با این تئوری موافقید؟ والا باید دربارش فکر کنم، یه چیزی نیست یه دفعه جواب بدم، ولی یه عکسی رو پیدا کردم که نشون میده که بچه از رحم مادر بعد تولد شده، بعد بزرگتر، بعد زن و مرد جوان، بعد زن و مرد پیر، و بهش میگن life cycle of a human، یعنی دایره زندگی یک انسان، چرخه حیات یک انسانه. بعد از کودکی میره تا پیری میرسه. خب من دارم آرنولد توینبی هم در اون تاریخ تمدنش همین اصطلاح رو به کار میبره، یعنی تشبیه میکنه که تمدن ها هم مانند انسان ها یه دوران تولد دارن، میانسالی دارن، بلوغ دارن و بعد میرن کهنسالی. همین نظریه رو هم همین آقای آرامش دوستدار در کتاب امتناع تفکر در فرهنگی دینی این رو مطرح کرده، گفته ما یه دوران پیری رو داریم سپری میکنیم و آمریکا که اگر داره اون جهانگشایی میکنه، امپریالیسم آمریکا یا غیره درست میکنه، 200 سال عمر داره، جوانه. خب دو، چگونگی تشکیل امپراتوری چین. سلسله چینگ پیش از بیش از 300 سال سلطنت کرد و از گروه های اجتماعی فقیر ناراضی در ابعاد میلیونی به نام جورچه که بعدها به منچو معروف شدن شکل گرفت، درست مثل دوران انقلاب ایران. یعنی اون سلسله قبلی فرتود شده بود، تاریخ مصرفش تمام شده بود، تا اینکه یک فردی میاد رهبری جنبش رو نگاه میکنه و گروه فقیران اجتماعی گرد خودش جمع میکنه و میزنه تارپود اون سلسله قبلی رو بساطش جمع میکنه و خودش یک حکومت تشکیل میده و سلسله ایجاد میشه که 300 سال حکومت میکنه. سلسله چین پیش از 300 سال سلطنت کرد و از گروه های اجتماعی فقیر ناراضی در ابعاد میلیونی به نام جورچه که بعدها به منچو معروف شدن شکل گرفت، که توسط قبیله نورهاچی متحد و به جای سلسله مینگ روی کار آمدن. حکومت چینگ با در دست گرفتن قدرت و حفظ ساختار سیاسی پیشین، هویت اجتماعی نوین برای خود آفرید که اصول آن توسط رهبر قبیله نورهاچی که بعداً منچو نامیده شد تدوین کردید و پس از او جانشینش به نام
دورگون راه او را ادامه داد و تأثیری عمیق بر فرهنگ امپراتوری چین بر جای گذاشت. 3. چگونگی تشکیل امپراتوری روم. خیزشگاه این امپراتوری شهر باستانی روم در ایتالیا بود که پیش از تشکیل دولت یک پارچه قبائل لاتین، سابین، سامانیت در هزاره دوم پیش از میلاد از شمال اروپا، قوم اتروسک از آسیای صغیر و یونانی ها ابتدا دولت شهرهای آتن، اسپارت و کنترا به وجود آوردند. اینا همه بعد از امپراتوری هخامنشی شد، بعد از حضور هخامنشیانه، یعنی تا زمانی که هخامنشیان در اونجا حضور داشتن امپراتوری رومی وجود نداشت. بعدها که اونا اومدن زدن و امپراتوری هخامنشی متلاشی شد، اون بخش شرقیش تمام آنها زیر سلطه اون سلوکوس یا سلوکیان قرار گرفت، بخش غربیش به تدریج امپراتوری روم رو به وجود آوردند و بعد از کشمکش‌های فراوان با خود و مبارزه با تهاجم‌های خارجی سرانجام در قرن سوم قبل از میلاد متحد شده و امپراتوری روم رو به وجود آوردند. شما می‌بینید که همین امپراتوری روم رو به وجود آورد از تشکیل چند تا گروه‌های مختلف در حوزه پیرامون و شمال و جنوب و غرب همین این مدیترانه به وجود آوردن. اینا وقتی اتحاد شدن زدن اون امپراتوری بزرگ رو به وجود آوردن. بعدم تلاش میکنن که با اون دستاوردهای مادی و معنوی که در دراز مدت تولید میکنن مثل مذهب، هنر، فلسفه، صنایع دستی به فرزندان اون اقلیم یک هویت ملی و بومی واحد ببخشن. همون کاری رو که مثلا هخامنشیان داشتن تلاش میکردن، بعدا رشکانیان، بعدش ساسانیان و بعدش اسلام اومد همه اینا رو زد کنار، اون هویت اسلامی رو جایگزین تمام اون هویت‌های قبلی ما کرد که ما امروز در این رنسانس نوین ایرانی داریم تلاش میکنیم هویت اسلامی جدید رو کنار بزنیم، اون هویت قبلی رو بازستانیم. و در سال 395 بعد از میلاد امپراتوری به روم شرقی غربی تجزیه شد و بخش شرقی آن به نام امپراتوری بیزانس ابتدا توسط صلاح الدین ایوبی، بعدا اگه وقت داشته باشه من درباره صلاح الدین ایوبی چند دقیقه صحبت میکنم، ابتدا توسط صلاح الدین ایوبی کردتبار اقتدارش در هم شکست و سپس توسط ترکان عثمانی در سال 1453 از صحنه جغرافیای سیاسی جهان حذف گردید. 4. چگونگی تشکیل امپراتوری ماوریا. در اینجا لحظه توقف کنم. دیدین یه روزی ما در یک جلسه صحبت می‌کردیم که این مانی تفکر بودایی را از کجا آورده بود؟ یادم میاد صحبت کردین درباره مانی. بله اینجا من توضیح میدم که این ریشش توی همه این چگونگی تشکیل امپراتوری ماوریا است. این ماوریا از هند ریشه میگیره، میاد در شرق ایران همسایه به همسایه چیز دیانت زرتشتی میشه. 4. چگونگی تشکیل امپراتوری ماوریا. شاهنشاهی ماوریا در هند باستان بین سالهای 321 تا 185 پیش از میلاد بر شبه قاره هند، پاکستان و افغانستان کنونی حکومت کرد، یعنی درست بعد از هخامنشیان. و چندراگوپتا موریا بنیانگذار سلسله و مقتدرترین فرمانروای آن آشوکا بود. من یادم رفت که چند تا تصویر از آشوکا برای شما بفرستم که اینم عکس داره، ولی قبلا برای شما در یک جلسه اون لوحه های آشوکا که در مناطقی از به تقلید از ایرانی ها میامد به خط کوفی و
به خط میخی و ایلامی و این حرفا فرامینش رو می نوشت توی تخت سنگ ها و انبوهی از این کتیبه ها در اون منطقه وجود داره. مختلفترین فرمان روای آن آشوکا بود که جهت سلسله بر مناطق شمالی، جهت سلطه بر مناطق شمالی نهاد دولت را به دیانت بودایی مزین و پس از مطیع کردن قبائل درون شبه جزیره هند به سوی شمال لشکر کشید و توسط مبلغین بودایی خود از شمال مبلغین بودایی خود از شمال غربی تا کشمیر، قندهار و کابل نفوذ و به سواحل رود جیهون رسید و همسایه دیانت زرتشتی و امپراتوری ایران کردید و در دوران ماوریان فرهنگ هند به اوج شکوفایی خود رسید و در طول نیم قرن سلطنت آشوکا، این آشوکا به تنهایی خودش 50 سال حکومت کرد، نیم قرن سلطنت آشوکا صلح، امنیت، جا افتادن بودائیسم در روان ساکنان اقلیم های تحت سلطه، گسترش علوم، فلسفه و خلق آثار باشکوه معماری در هند رواج یافت و معماری سبک هخامنشی تأثیر بر معماری دودمان موریایی در هند گذاشت که جهت اثبات این به سرستون چهارشیر کاخ آشوکا اشاره کرد. آشوکا تحت تأثیر سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی دستور میداد تا فرمانهایش بر تخت سنگ ها، ستون ها، دیوار درون غار ها حکاکی کنند. نتیجه حال با توجه به چگونگی تشکیل سه امپراتوری بزرگ و نیرومند، روم، ماوریا و چین، در پیرامون امپراتوری ایران که از توان نظامی، مالی، انسانی، اتحاد قبائل، هوش و تدبیر برخوردار بودند، اعراب ساکن در اقلیم خشک صحرایی شبه جزیره عربستان که در چادرهای حقیرانه با خانواده و گله‌های بز، گوسفند و تعداد شتر برای حمل و نقل کالا زندگی می‌کردند و جمیع آنها از 500 هزار نفر در آن زمان تجاوز نمی‌کرد، که تازه امروزه من دیروز یه دونه مکتبی آقای سربی نوشتم و در فیسبوک منتشر دادم که تحت عنوانی که آیا اسلام دین صلح است، بعد رفتم اونجا ریشه یابی کردم و این چیز رو که من الان کجا گذاشته بشه، از اطلس جغرافیای جهان کتاب اونجا رفتم جستجو کردم که اسلام و موقع ظهورش چقدر جمعیت داشت، در اونجا توضیح میده که تمام کل شبه جزیره حد اکثر 100 هزار نفر سکنه داشته که 50%شون تو چادرهای ایلی پراکنده در این ناحیه جزیره عموماً هم شمال شبه جزیره مشغول به رمه‌داری و گله‌داری بودند، یه تعدادشون مشغول ماهیگیری در سواحل جنوبی خلیج فارس بودند، یه تعدادشون مشغول بودند تو اون کاروان روی بین مدنیت یمن و سواحل شرقی دریای مدیترانه که بعدها توسط همین افرادی که در اونجا بود این دولت خلافت در ایران تشکیل شد که اونم من یه روز میپردازم. خب چگونه توانستن با دست خالیان لشکرهای عظیم برای فتح امپراتوری ایران را فراهم کنن؟ مگر آنکه بپذیریم از یک سو دستی از خارج، یعنی دولت بیزانس، در فراهم کردن فروپاشی دولت ساسانی در کار بود و از دیگر سو شاهنشاهی ساسانی در اثر جنگ‌های فرساینده ساختار ایستا و سکونزای سامانی سلطنت از درون فرسوده و منجر به فروپاشی شد. در این مورد علاقمندان می‌توانند به منابع زیر مراجعه کنند: یک مقاله اسلام‌شناسی سنتی در برابر دینشناسی مدرن نوشته یزدان خداوندلو که حتی ما دربارش دو تا برنامه با هم دیگه تشکیل دادیم، به اینا میتونن مراجعه کنن.
تحت عنوان آغاز اسلام از اوگاریت به سامره، از اوگاریت به سامره اثر فولکر پاپ اینجا هستش. این کتاب رو میبینید؟ بله بله یکم بیانیم جلو. بله آغاز اسلام از آغاز اسلام من برای شما از اوگاریت به سامره. این اوگاریت یه شهری هستش همین در فلسطین، در همین سوریه فعلی نزدیک اسرائیل، و سامره هم که این گداهای سامره مشهوره که توی عراق و نزدیک اون پایین هستش. بله. این ناحیه هستش. این کتاب رو باید مطالعه بکنن و مطلب رو قشنگ به خوبی توضیح میده. دو، سه، مصاحبه با کارل هاینز اورلیک درباره محمد تاریخی. یه دونه مقاله هستش که من چندین بار در چیز گذاشتم و اگر خود دوستانم علاقمندان بخوان میتونن همه این کلمه رو اونجا بنویسن، مصاحبه با کارل هاینز اورلیک درباره محمد تاریخی، بزنن تعداد زیادی مقاله پیدا میشه که میتونن مطالعه کنن. آقای خداوند رو امکان داره مثلا لینک اینا رو زیر برنامه فیسبوکتون بعدا قرار بدین؟ اینا رو من اضافه میکنم. بسیار ممنونم، مرسی. چهار، ایران اسلامی یا اسلام ایرانی. این هم یه مقاله دیگه هستش که اینا هم اگر بزنن پیدا میشه تو اینترنت، من خودم هم میتونم لینکشو بگذارم. پنج، چرا خدا در قرآن گفته قسم به زیتون اما نگفته قسم به خرما؟ که ما قبلا هم بحث کردیم این مسائل مطرحه. اینا همه اینا تو کجا مطرح میشه؟ توی همه این کتاب. شما این رو نگاه بکنید، چندین بار من این رو مطرح کردم، این کتاب رو دیده میشه؟ بله بله، از بغداد به مرد. بله، در اینجا اینا رو میارن مورد بررسی قرار دادن و تناقض های در درون این قرآن رو دارن پیدا میکنن و انگشت روش میذارن و در نهایت میخوان اکو میکنه و در نهایت میخوان نتیجه بگیرن که این قرآن در عربستان و شهر مکه تدوین نشده بلکه در خود ایران تدوین شده. شش، آغاز ستایش علی به شکلی جهانبینی عباسیان اثر ریموند دوکووین. یه کتابی هستش در اینجا، نمیدونم شاید اینجا هستش. اینجا ببینید، اینجا علی تاریخی، بارها من این کتاب نشون دادم. یکم دیگه بیارنش دوتر بالاتر. بله بله همینجا. بله این رو ببینید، اینا رو باید ها بکنم. من بار دیگه هم میخورم، آغاز ستایش علی و شکلی جهانبینی عباسیان. این کتاب رو مثلا یه چیزی معادل هیئت آنها 200 صفحه هستش و مطالب بسیار زیادی توی این کتاب هست. حتی یه کتاب دیگه هم اینجا من چند وقت پیش پیدا کرده بودم، اگر بتونم اینجا پیداش بکنم، اون هم بسیار مفیده که اونم توصیه میکنم دوستان بخونن. حالا اونو من پیداش نمی کنم. بعد هفت، ام الکتاب و ستایش ویرایش ولادیمیر ایوانو. این ام الکتاب رو هم نمیدونم من اینجا دارمش یا نیاوردمش. اینم یه کتاب دیگه هستش در یه روزی مطرح میکنم. اینم ام الکتاب، اینم اگر بنویسن تو اینترنت لینکش پیدا میشه. هشت، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران اثر پیکولوسکایا. اینو من بارها در همین جا عکسشو نشون دادم. نو، از بغداد به مرو. همین الان اینجا من این کتاب رو از بغداد به مرو. به اینا باید مراجعه بکنن، در اینجا منابع رو معرفی میکنه که کجاها برن چیا رو پیدا بکنن بخونن. از بغداد به مرو، بازخوانی تاریخ اسلام از آخر به آغاز اثر کارل هاینز اورلیک، علت فروپاشی امپراتوری ها. در اونجا من تقریبا تلاش کردم که چگونگی تشکیل امپراتوری رو توضیح بدم. حالا اینجا به چند علت میپردازم که علت فروپاشی امپراتوری ها هست. تا چیز قبلا سوالی ندارید شما؟ نه خیلی، من سوال ندارم. دوستان اگه سوالی دارید میتونید از طریق فیسبوک بنویسید، الان من میخونم، یا بعدا از طریق فیسبوک با صفحه خود آقای یزدان خداوندلو تماس بگیرید. متاسفانه نمیدونم چه اشکالی هست در صفحه ایشون که وقتی من این ویدیو رو شیر میکنم
بالا وای نمیسته و میره چند تا ویدیو یا پست پایین تر. بفرمایید. خب علت فروپاشی امپراتوری یک ساختار ایستا و سکونزای نظام شاهنشاهی. شما میتونید در این زمینه کمی توضیح بدید؟ والا نه، من ترجیح میدم بیشتر شنونده شما باشم تا یاد بگیرم. ببینید وقتی که ساختار سلطنت، مثلا بگیریم همین ساختار سلطنت پهلوی، ساختارش هرمیه، اینگونه سه گونه والا شاه قرار میگیره. یه مرتبه تصویرش رو برای شما نشون داده بودم، ساختار چیز سلطنت رو. والا شاه قرار میگیره، عنصر اوله، عنصر دوم فرامینشه و عنصر سوم مردم هستن در هیئت بنده و برده و چاکر و غلام. ابدی، ازلی، تغییر ناپذیره. خب این رو میان تدوین میکنن و سعی میکنن که در جامعه اینو پیاده بکنن و تا زمانی که ضرورت ایجاد نکنه به همین شکل ادامه بدن، چون منافع یک گروه اقلیتی در پس این ساختار قرار داره. اما زندگی در نفس خودش پویاست، داره تغییر میکنه و دائما باید قوانین نو به نو تجدید بشه و اینجا هستش که تضاد پیدا میکنه با اون قانون ایستا و سکونزای نهادهای دیانت و سلطنت. من این مسئله رو که دارم میگم و میبینم هیچ کس بهش اشاره نمیکنه که یکی علتهای دلیل فروریزی یا فروپاشی این نهادهای سلطنت مثل هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، بعدش میان سلجوقیان و غزنویان و بعد کسایی دیگه که میان و آخر سرم در چیز دودمان پهلوی دفترش بسته میشه، همین این علت اولی ساختار ایستا و سکونزای نظام سلطنتی است. حالا شما برید اون آقای احمدی در این همه که صحبت میکنه درباره نظام قانون اساسی ابدا به این مسئله اشاره نمیکنه. منظورتون دکتر نصر احمدیه؟ بله، آقایی هستش که درباره قانون اساسی صحبت میکنه. بله، آقای دکتر نصر احمدی دوشنبه ها هستن. ایشون خب یه مطلب بکنید، این رو بگیم مثلا میبینه آقای خداوند رو گفته که همچین چیزی رو، چرا به این ساختار ایستا و سکونزای نهادهای سلطنت توجه نمی کنه؟ این یکی از علتهای فروریزی شونه. ساختار ایستا سکونزاست. دو، حملات خارجی. ما حداقل در این 2500 سال اخیر ده ها حمله خارجی ویرانگر داشتیم که از سلوکیان گرفته رومی ها هستن، بعد از اون نگاه مغول ها اومدن، تیموریان اومدن، حتی افغان ها از اونجا اومدن زدن ساختار یک دودمان متلاشی شد. دو، حملات خارجی. سه، جنگ و قیام های داخلی. شما میدونید چقدر جنگ و قیام داخلی در همه پهنه فرات ایران در طول 2500 سال صورت گرفته. خب تمام اینها نشان دهنده تضاد و تناقض و عدم تعادل در درون این سیستم هستش دیگه که نمیتونه چی بکنه و منجر به برپا بشه. انقلاب 57 یکیشه که کم بویی سند در اختیار داریم. چهار، موروثی بودن نظام سلطنت. میتونید در این زمینه آی سروی صحبت بکنید؟ نه، من فقط یعنی مذرات موروثی بودن سلطنت. من میخوام فقط به این نکته اشاره کنم که شما میگید هیچ کسی دیگه در این باره صحبت نمیکنه، شما باید خوشحال باشید، چون اگه اونا صحبت میکردن شما هم همینو میگفتید، حرفای شما تکراری میشد. ضمن دوستان در فیسبوک دارن مینویسن، نمیدونم شما این امکان رو دارید که فیسبوک رو هم ببینید همزمان. یه دوستی ندارم. بله، یه دوستی به نام مغولی یا مغولی نوشته به خاطر کینه شکست روم از ایران بود یا تشکر از کوروش که آزادشان کند. یه جای دیگه هم نوشتن که فاصله نمیذارن متاسفانه میچسب این نوشته ها به هم، چرا دیگر از کلیسا سوء استفاده و جنگ دوم را خود سرمایه داران یهود به راه انداختن. بله بفهم. خب بله، خب چهار،
روسی بودن نظام سلطنت. آن درباره اون سوال کردید، خب اون معلومه که خیلی بده، چون ما همین که خیلی از ماها شغل پدرمون رو نداریم نشون میده که ما علاقه به اون شغل نداشتیم و هر کسی باید بره دنبال اون کاری که دوست داره، ولی اینها به زور توی شغلی وای میسن که یک ممکنه علاقهش رو نداشته باشن، دو ممکنه تواناییش رو نداشته باشن، آخرش هم این که اگر یه بچه‌ای به اصطلاح دیسیبل باشه یا معلول باشه بازم باید همون کار انجام بده. و دیدیم مثلا توی نظام پهلوی شاه بارها گفته بودی که ای کاش پادشاه نبود، یه کارمند ساده بود. آخرین نمونه دستگلی که آقای رضا پهلوی به کار به آب داد و بعد از این همه مردم رو معطل کردن آمد و گفت که من اصلا علاقه به شاه بودن ندارم، کسی که قسم خورده حالا میگه من علاقه ندارم، این یکی از اشکالای بزرگش است. بله، اما من به یک نکته اساسی تر اشاره کنم. ببینید عزیزم، عموما سرسلسله یا مؤسس این دودمان ها مثلا مثل رضا شاه، قبل از اون بریم دوره قاجارها آقا محمد خان، قبل از اون رو که بریم توی صفوی ها اون شاه اسماعیل صفوی با آخرین فرزندش، اینا قابل مقایسه نیستند. یعنی رضا شاه سجایای رضا شاه رو این محمد رضا شاه این فرزندش نداره، یا اون سجایایی رو که اون آقا محمد خان یک سلحشوری بود، آدم وحشتناکی بود، اون آخرین چیزش احمد شاه قاجار نداشت. یا مثلا ببینید اون سجایایی رو که شاه اسماعیل داشت، اون آخرینش توی اصفهان که اون سلطان چی بود اون نداشت. چرا؟ به خاطر دیگه اون سرسلسله ها مردان سلحشوری هستند و به حکم ضرورت پا به میدان سیاست و مبارزه میذارن و ملت هم ازشون میخوان که شاه بشه. چرا؟ که ضرورت ایجاب میکنه یک کسی رو پیدا بکنن بتونه کارشون رو پیش ببره. اما فرزندانشون از همون نسل اول شروع میکنن در ناز و نعمت زندگی کردن. این در ناز و نعمت زندگی کردن به تدریج تکرار بشه. شما حساب بکنید ببینید بارها درباره این محمد رضا شاه و توی اون زندگی توی سوئیس و اونجا درس نخوندن هاش و اصلا به اونجا نفرستاد. شما در نظر بگیرید خب محمد رضا شاه رو توی خود ایران نمیشد تربیتش کنن، سواد بهش یاد بدن، برایش اینه ورزش که فرستاده تو سوئیس. برایش میاد به همین محمد رضا شاه میری یه زن عربی میگیره. اینا خطاهایی هستش که داره میگه. آیا در ایران دختر پیدا نمیشود؟ خب شما در نظر بگیریم ببینید که سرسلسله ها همیشه افراد سلحشوری هستند، منتها فرزندانشون هرچی از نسل اول که دورتر میشن بیگانه هستن با محیط و مکان و زندگی و همه چی میشن و به یه انسانهای فاسد عزیز دردونه تبدیل میشن که صلاحیت و لیاقت شاه بودن رو ندارن. به همین خاطره که ملت ایران مثل جمع کرد اومد نظام جمهوری اعلام کرد و گفت هر 4 سال به 4 سال ما میگردیم به جایی که یه خانواده 6 نفره 7 نفره یکی رو انتخاب کنیم شاه بکنیم، از بین ملت 80 میلیونی رو یکی رو انتخاب میکنیم که صالح تر باشه، شجاعتر باشه، داناتر باشه، اونو برمیداریم میاریم میذاریم اونجا. یعنی درست همون الگوی اون سلسله ها رو هر 4 سال به 4 سال در نظام جمهوری تکرار میشه. موافقیم با این استدلال؟ بله موافقیم، ولی حالا درست کار نمیکنه توی سیستم ایران. بله من اونم توضیح دادم به خاطر اینه که ما اون ابزارهای لازم رو در اختیار نداشتیم. یعنی برای اینه که چرخهای جمهوری نظام جمهوریت خوب به چرخه در درجه اول ما با احزاب احتیاج داریم. ولی به قول شما اقلا یه قدم برداشته شده که دیگه یه خانواده ای فکر نمیکنه که حالا من چسبیدم باید آخری درست زمینم. ببخشید من اسم ایشون رو درست نگفتم، ایشون نوشته که سپاس از شما معقولی، اسم فامیل ایشون معقولی هست و متشکرم که دارن گوش میدن، توجه میکنم و تصحیح کردم من. بفرمایید. درود برشم. خب 4 فاسد شدن دستگاه دولت. شما موافقید با این چیز که میگن تو دادگستری وکلا فاسدن؟
آقا شما ما رو به شاه یا در میندازی، به خونده در میندازی، حالا به وکیلا هم بخوای در بندازی، نکنید همچین چیزی. شما مخاطب من هستید. ببینید من این مطلب رو چرا نوشتم، یه حدود 5-6 سال پیش آقای بود در این تلویزیون در صدای ایران که مثل یه در آمریکا هم یه کتاب فروشی داره، اون اونجا صحبت میکرد، اومد درباره فساد یه مقداری حرفایی زد. من بهش تلفن کردم گفتم آقا شب شما درباره فساد اومدی یه سری چیزایی گفتید و همینطوری سرتش رو ولش کردی، من برای شما میام فساد رو تعریف میکنم. آقای بیژن خلیلی رو میگید شما؟ نه بیژن خلیلی نه، یا آقای دیگه ای هست. بذارید درباره وکیلا بگم. تو آمریکا میگن وکیلا حرفای مفت زیاد میزنن ولی مفت حرف نمیزنن، یعنی منظورشون اینه. بعد مثالای خیلی زیادی هست از اینکه لویرا یا وکیلا آدمای بدی هستن، ولی به قول معروف ما خیلی از دوستانمون وکیل هستن. بذارید باهاشون دوست باشیم. بفرمایید. حالا چون ما وقتمون چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ والا تموم شده، ولی بگید اگه چند دقیقه هست که به یه مطلب. دو تا دیگه مطلب هست، همین دو تا چیز یه دقیقه طول میکشه چون مطلب زیاده توی اینجا. بله من دامنه بحث رو میذاریم اگه لازم باشه برای هفته آینده. بفرمایید. خب یکی دیگه فاسد شدن دستگاه دولت. ببینید این مسئله فسادی که دارن صحبت میکنن، فساد رو باید بیاریم تعریف کنیم. فساد انفعالی است که در ساختار یک پدیده صورت میگیره. به عنوان نمونه اگه شما یک دست کاهو رو از زمین از ساقش قطع کنید، بیارید بذارید توی پلاستیک، بذارید توی میز توی آشپزخونه، بعد یه هفته میایید میبینید این کپک زده، لجن شده، به نهاد شده، فرو ریخته، در اونجا میگیم فاسد شده. چرا؟ که در این ساختار این برگ‌های کاهو یک حرکت انفعالی صورت گرفته. بنابراین فساد حرکتی است انفعالی که در ساختار یک دستگاه، حالا یه دستگاه دادگستری یا دستگاه مدیریت طبیعی صورت میگیره. در دادگستری ما وقتی که قانون رو نوشتن اونجا و هر 5 سال به 5 سال مثل نظام پزشکی اینجا، توی این آلمان نظام پزشکیش هر 5 سال به 5 سال بیلان کار دکترها رو مورد بررسی قرار میده که ببینن چند نفر آدم رو کشتن، چند نفر بهبود دادن و اینا رو مورد، اگر کارش خوب باشه اجازهش تمدید میکنن، نباشه ردش میکنن. خیلی خوب، در قوانین اساسی هم همینطوره. شما باید قوانین که بر دادگستری می‌نویسید 5 سال به 5 سال باید مورد بازنگری قرار بگیره. وقتی که در زمان رضا شاه قانونش رو نوشتن و تا الان همونا هستش داره چی میکنه، خب طبیعت هستش که این حساب ایجاد میکنه، یعنی در ساختارش فساد ایجاد میکنه. اون مرده که اونجا نشسته زیر میزی پول میگیره، اون فاسد نیست. اونه که پیغمبرم که باشه میاد توی اون دستگاه فاسد زبی قرار که میگیره ایستاوس موزاد، اونم فاسد میشه. خب شش، بیگانه و بیعلاقه شدن ولی عهدان به امور کشور به نسبت هرچی دور شدن از مؤسس و مؤسس اول و فاصله گرفتن از بنیانگذار و سلسله و دودمان. اینم که قبلا من برای شما توضیح دادم که ولی عهدا به تدریج اون سجایای اخلاقی، کاردانی، دوراندیشی، اون شم سیاسی و خیلی چیزهای دیگر اون سلسله رو ندارد. چرا؟ برای اینکه تو حرمخانه ها بزرگ میشن. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. اگر مایل بودید که در مورد صحبت‌ها یه آقای یزدان خداوندلو نظری بدید یا پرسشی از ایشون داشته باشید، از طریق فیسبوک مستقیما با خودشون تماس بگیرید یا با ما تماس بگیرید و بپرسید، نظر بدید تا در برنامه‌های آینده در این مورد صحبت کنن. آقای خداوندلو ممنونم از شما، به امید دیدار هفته آینده چهارشنبه 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن نیویورک. بدرود بر شما و شنوندگان و بینندگانتون عزیز. ممنون. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خداوندلو بودیم، برنامه ها رو پی میگیریم و همون جوری که بهتون گفتم جمعه هم آقای مصطفی زاده فعلا گفتن که نمیان تا وقتی دیگر. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش.